با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیز، راه رفتن و نفس کشیدن دوتا از کارهایی هستند که معمولاً بهشون فکر نمی کنیم. اونها فقط اتفاق می افتن. این یعنی نمی دونیم وقتی با دیگران در ارتباط هستیم پاهای ما چه کارهایی انجام می دن. یعنی زیاد مراقب اونها نیستیم و در زبان بدن به موقعیت پاها فکر نمی کنیم. شاید وضعیت پاها تنها چیزی باشه که هنگام تعامل با دیگران به آن دقت نمی کنیم. وقتی پای زبان بدن و روشی که در جمع ظاهر میشیم به میون میاد، پاها نیز مانند حالات و حرکات قسمت‌های دیگه بدن چیزهایی رو در مورد شما برملا میکنه که در این ویدیو این تصاویر به شما کمک میکنه نسبت به چیزهایی که میگید یا گفته میشه بیشتر آگاه باشید، حتی اگه ساکت باشین و چیزی رو به زبان نیارید. در ادامه با من رکسان افشار همراه شوید. پاهای با فاصله نشان دهنده تسلط. وقتی پاها رو با فاصله از هم قرار داده و وزن رو به طور مساوی روی هر دو پا میندازیم، یعنی به هیچ وجه قصد ترک اونجا رو ندارید. ممکنه از اون دست آدمهایی باشین که همیشه به این شکل میستید. آیا روش ایستادن شما هم به همین شکله یا گاهی اوقات وزن رو روی یکی از پاها میندازید؟ وقتی یک مرد به این شکل روی پاها میسته، نشان دهنده تسلط است و به مرد اجازه میده مردانگی و همبستگی با گروه رو نشان دهند. اگر میخواید اعتماد به نفستون بالا به نظر برسه، به این حالت بیستید. قف کردن مچ پاها به هم نشان دهنده عصبی بودن شخص است. هنگامی که یک زن به این روش میشینه، ادب و زنانگیش رو نشون میده. اما اگر در موقعیت‌هایی مثل مصاحبه به این شکل بنشینید، به نظر میرسه که عصبی هستید. درست مثل کندن پوست لب‌ها با دندان. این حالت نشون میده که میخواد یک احساس منفی یا عدم اطمینان رو پس بزنید. وقتی پاها رو زیر میز عقب میکشین، نشون میده که نگرشی عقب افتاده دارید. در این وضعیت اگر از شخصی که به این شکل نشسته سوالات مثبت بپرسین، ناخودآگاه مچ پاها رو از هم باز میکنه. گذاشتن یک پا روی پای دیگه، شخص آماده بحثه. این حالت نشستن نشان میده که آماده بحث و در صورت لزوم رقابت هستید. درسته که بعضی ها به طور ثابت همیشه به این شکل میشینن، اما باید بدونید که با این طریق نشستن نشون میدید که قصد ندارید به بحث پایان بدید. اگر در این سبک نشستن یکی از دستا یا هر دو دست روی پا قرار بدید، یعنی آدم خشکی هستید و شخصیت لجبازی دارید که هر دیدگاه مخالفی را رد میکنه. پاها روی هم در حالت ایستاده برای زنان و مردان مفاهیم متفاوتی داره. این حالت ایستادن بیشتر مخصوص خانم ها هست و حالت ایستادن پاها با فاصله مخصوص آقایون. این نحوه ایستادن نشون میده که این زن تصمیم داره همون جایی که هست بمونه و پیغام دیگه‌ای که میده پیغام نزدیک شدن ممنوع هست. در رابطه با مردها نیز همینطور، یعنی تصمیم داره همون جایی که هست بمونه. پاها کنار همدیگه. این یک پوزیشن کاملا طبیعیه و نشون میده که نسبت به موندن یا رفتن بی تفاوت هستین و فرقی براتون نمی کنه. اگه یک بچه اینگونه در مقابل معلم بیسته، تمرکز و توجه خود رو نشون میده. به علاوه مردم از این روش برای ادای احترام استفاده می کنن و اگه تصمیم دارید به کسی آزاری نرسونید، از این روش ایستادن استفاده کنید. مچ پاها به جهتی که قرار است بروید. ثابت شده که با نگاه کردن به وضعیت پاهای یک شخص خیلی چیزها رو میشه درباره او متوجه شد. اگه در گروه ایستادید به نحوه ایستادن اطرافیان دقت کنید. ما آدم‌ها معمولاً عادت داریم سر پاها رو به سمت شخصی بگیریم که برامون جذابیت بیشتری داره. متمرکز باشید. نحوه نشستن یا ایستادن شما چگونه هست؟ آیا بعد از دیدن این ویدیو به روش خودتون پی بردید؟ حالا که به پیام‌هایی که از طریق نحوه نشستن یا ایستادن شما ارسال میشه پی بردید، بیشتر مراقب نحوه قرار دادن پاها در حالت ایستاده یا نشسته باشید.